با سلام و درود به همه شما، همگی خیلی خوش آمدید. همونطوری که همه میدونن و در این مورد مسئله جهانی هست، مسئله حمله روسیه به اوکراین مسئله هست که امروز در موردش دوست داریم صحبت کنیم. از اونجایی که از نظر تبلیغاتی از هر دو طرف مطالبی گفته میشه که اونو تحقیق کردن که درسته یا نه، مطالبی که هست نمیشه مطمئن بود، ولی من تنها مطلبی که در اینجا میخوام بگم، ضمن تشکر از همه شما برای حضور در اینجا، خدمتون بگم که من یه لینکی در این خوش آمدی که میگم گذاشتم که در ویکی‌پدیا هست در این مورد. از صحت و سقم اون من نمیتونم بگم حتما درسته، ولی مطالبی هست. اگر کسی مطلب دیگه ای در این زمینه داره حتما میتونه در اختیار من بذاره که من اونو در سایت بذارم که از همه طرف این مطالب در این مورد نوشته شده باشه و ما در اختیار دوستان بذاریم، که البته خود دوستان میتونن این مطالب رو پیدا کنن. در حال مسئله حمله روسیه به اوکراین هست که 24 فوریه سال جاری صورت گرفته. البته این مسئله جنگ اوکراین از سال 2014 به خاطر مطالبی که مسائلی که در اوکراین پیش اومد شروع شده، که به این صورت این ادامه پیدا کرده با تجاوز روسیه به اوکراین و بقیه داستانی که میدونین، که در این مورد بیشتر از 5 میلیون اوکراینی از کشورشون مجبور شدن خارج بشن و جابجا شدن و تلفات دو طرفه هست، که در این مورد میتونیم از مآخذی که هست اطلاع پیدا بکنیم. در حال اینجا دوستان پویان، روح و نیاکان مایل هستن که در این زمینه صحبت کنن. هر کدوم از دوستان که مایل هست در ابتدا شروع کنه، من میکروفون رو راها میکنم. و پویان عزیز، من فکر کنم که اگر لطف کنین از اونجایی که این مطالب رو در روم ما، شما خیلی وقتا اینجا مطالب رو ارائه دادین، اگر ممکنه میکروفون رو بگیرین و اگر بتونیم بحث رو شروع کنیم و جلسه رو ادامه بدیم، خیلی متشکرم. میکروفون در اختیار پویان عزیز. با سلام دوباره، و امیدوارم که رفقایی که تازه اومدن هم حالشون خوب باشه و خیلی از دیدنشون خوشحالم. راستش اگه رفقا دیگه مایل باشن صحبت بکنن، یعنی رفقمون نیاکان و رفقمون روح، به هر حال من علاقه ندارم زیاد که به قول معروف اول صحبت بکنم. اگه رفقا میخوان میتونن. بله رفق نیاکان بفرم. خواهش شد من صحبت کنم. بله مرسی. از خدمتتون که من در این باورم که در حقیقت این حمله روسیه به اوکراین رو در یک راستای دراز مدت تری باید دید. حتی میشه دیرتر به گذشته های دور بعد از جنگ جهانی دوم مراجعه کرد، که در سیاست تسلط طلبی آمریکا بر جهان همواره محاصره و ایزوله کردن اتحاد جماهیر شوروی و بعدش روسیه در دستور کارشون بوده و بسیاری از متفکرین و متخصصین آمریکایی و انگلیسی در این رابطه نظرگاه‌هایی دادن، تئوری‌هایی داشتن. شناخته ترین فرد این مسئله میتونیم از برژنسکی نام بذاریم، که یک در حقیقت یک گفته ای داره که میگه اهداف یک قدرت امپراتوری از سه وجه اساسی تشکیل شده: یکی توطئه در میان همپیمانان و متحدان،
و آنها را وابسته به چت دفاعی خودش بکنه و از رهبران این متحدین حمایت کنه و از همکاری بین این گروه ها یا کشورها یه دست نشانده باعث جلوگیری کنه. به حال مفهوم این واژه های این سه بندی که گفته به نظر من روشن. همون یک توضیح کوتاه بدم، توطئه در میان همپیمانان که گاه اونها رو به تردید و به اصطلاح ناامنی بکشونه و وابسته کردن آنها به چتر دفاعی خودش بهترین نمودارش اتحادیه نظامی ناتو است که اخیراً هم بعد از حمله روسیه به اوکراین جان تازه گرفته و گفته میشه که کشورهایی که وابسته به نظام خودشون لازم نیست که سلاح‌های دفاعی داشته باشن، بلکه در اختیارشون قرار گرفته میشه و یه بودجه نزدیک 2% از درآمد ملیشون بایستی به صرف هزینه نظامی بشه. و از همکاری بین کشورهایی که جزء اتحادیه ناتو قرار میگیره، از همکاری بین اینها بایستی کوشش کنه که جلوگیری بشه. و به قول تز سنتزی هست، تفرقه به انداز حکومت کن و گاه متحدانشون رو بایستی در زمانی که احساس امنیت میکنن گاهی تکان بدن. و حمله روسیه به اوکراین به نظر من بهترین پاسخ رو به این قضیه داده. در کشورهای اروپایی داستان پیوستن سوئد، فنلاند به اتحادیه ناتو بسیار داغه و مدام جوری رفتار میکنه، تبلیغات جوریه که گویا روسیه هر آن ممکنه حمله کنه. پیوستن اینها به ناتو در حقیقت محاصره روسیه میشه از جانب تمام کشورهایی که با اتحادیه ناتو در ناتو قرار دارن. به ترتیب من میگم دیدن این حمله رو در حقیقت هر چی کوشش که بکنی ببینید چرا روسیه این کار انجام میده پاسخ زیاد روشنی نمیشه پیدا کرد. گفته میشه که روسیه دنبال جاه طلبی یا بزرگ کردن روسیه به دوران اتحاد جماهیر شورویه یا برخند بعضن هم در رسانه های اروپایی به ویژه در جایی که دسترسی ما هست در اسکاندیناویا میگن که پوتین بیمار، داروهای عجیب غریبی مصرف میکنه و یه سری از این مثلا حرفای بی اساسی که شاید برای فریب عمومی باشه بیشتر تا یک کاربرد جدی. و سعی میکنن این رو به عنوان به اصطلاح یک خطری که مدام از جانب روسیه برای کشورهای پیرامونش هست جلوه بدن و بهانه ایجاد کردن بهانه بعد از اینکه روسیه در سال 2014 جزیره کرم رو اشغال کرد که اونا عمدتاً بر اثر خبرهایی که احتمالاً خودشون داشتن یا توطئه‌هایی که در کار بوده و به ویژه مشکلاتی که در اوکراین به وجود آوردن بعد از انتخاب رئیس جمهوری که هوادار روسیه بود که مجبورش کردن فرار کنه بره روسیه و روسیه هم به نظر من برای مقابله با یه چنین چیزی، چنین حرکتی که بخواد محاصره بشه از جانب اینا این کار انجام میده. از طرف دیگه ایزوله کردن روسیه گرچه در گذشته صرفا به خاطر خود روسیه بوده، امروزه اتحاد همکاری های روسیه و چین هم خطر بزرگی برای آمریکا جلوه میکنه و هر ترفندی میزنن که بخواد ضربه باشه به این نزدیکی. و چین هم از طریق ضربه خوردن روسیه دچار صدمه میشه احتمال زیاد. امروزه اکثر محصولات چینی از طریق روسیه به آسیا و اروپا صادر میشه و ارتباطات انتقال انرژی از روسیه توسط پایپ لاین های بسیار قوی از سیوری به پکن داره میره، سالهای زیادیه. و یک بانک، یک اتحادیه اقتصادی بزرگی هم با سرمایه چینی درست شده
که کوشش میکنه یک معادلی باشه به نام بریکس ارگانیزیشن که چندین ساله از که 10 سال هست به وجود اومده، که قراره که یک مقابله با صندوق بین المللی پول که زیر سلطه آمریکاست به نام IMF بانک جهانی در مقابل او عمل میکنه. و باستابش هم امروز دیدیم که روسیه در تحریمی که نسبت به انجام شده رو باشه انجام دادن گفته که کسانی که ازش گاز و نفت میخرن بایستی به روبل پولیش رو پرداخت کنن که از طریق بانک جهانی بریکس که در حقیقت از طرف بسیار کشورهای اروپایی فعلا استفاده نمیشه. به این ترتیب من معتقدم که در تحلیل نهایی جنگی بین امپریست ها در تقسیم جهانه. در گذشته هم دیدیم که آمریکا مشکلی رو که در اوکراین درست کرد برای روسیه، بخش اعظمش از طرف نیروهای سربازهای مزدور که بیشتر از عناصر نجات پرست در خود اوکراین هستند، این تقویت میشن و بعد از شروع جنگ حمله روسیه به آلمان به اوکراین، تمام کشورهای اروپایی اوکراین رو با سلاح‌های خودشون حمایت کردن، از جمله سوئدی که در حقیقت خودش رو به عنوان کشور بی‌طرف معرفی میکنه و تا به حال ظاهرا در هیچ جنگ عملا شرکت نکرده، 5000 موشک‌های ضد تانک در اختیار اوکراین گذاشته که تونسته صدمات زیادی به نیروی زمینی روسیه بزنه. به این ترتیب داریم می‌بینیم که کاری که ترامپ نتونست انجام بده یا در دوران ترامپ دست کم انجام نشد، نه که صرف قدرت خود ترامپ بود یا نبود، کوشش این بود که آمریکا از طریق ترامپ اعلام می‌کرد که ما میخوام از ناتو بیام بیرون به خاطر اینکه شماها رابطه‌های اقتصادی سنگینی با روسیه دارین برقرار میکنین. از جمله یک نشستی بود که ترامپ مشخصا به مرکل میگه که شما از ما میخواین که ما در مقابل حمله روسیه از شما دفاع کنیم، ولی میرید خودتون با روسیه قراردادهای چند میلیارد یورویی میبندین. و اگر در دوران ترامپ این قضیه اتفاق نیفتاد، بایدن در دوران بایدن موفق شدن این کار انجام بدن. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته یا اعلام کرده دست کم که تا سال 2030 نیازهای واردات انرژیش از روسیه رو قطع بکنه و این درست فعالیتیه که سالهای سال آمریکا در صدد دستیابی به چنین نقطه هست. و اگر این تمام این داده‌ها رو در کنار هم بذاریم، ببینیم باز دوباره آمریکا سلطه تسلط تنها بر جهان رو داره دنبال میکنه و دنبال توطئه یک چنین سیاستی هست که روسیه رو تحریک کرده که بیاد وارد چنین به اصطلاح مخمصه‌ای بشه و حمله کنه به اوکراین. از طرف دیگه یه بحث جانبی هم بود که در گذشته نه چندان دور در رابطه با افغانستان بود که آمریکا از افغانستان با شکست اومده بیرون، در حالی که اینطوری نیست. افغانستان رو بعد از 20 سال تسلط و کنترل کامل با یک زرادخانه بسیار قوی نظامی در اختیار نیروی گذاشته که پایگاهی شده برای پرورش مسلمان سازی های ادغام پذیر که بخش بتونن از این طریق حتی بخش های مسلمان روسیه رو علیه دولت مرکزی تحریک بکنن. و سیاستی هم که آمریکا در دست داره، نمیخواد که روسیه رو نابود کنه، بلکه میخواد اونقدر ضعیفش بکنه که تن بده به زیر سلطه بودن آمریکا و از این طریق چین رو هم در حقیقت به یک نقطه ببره که نتونه اونجوری که الان داره پیش میره بتونه در مقابل آمریکا و هم از لحاظ اقتصادی و تسلطش بر بخش اعظمی از جهان جلوگیری بکنه.
در کل من این جنگ رو یک جنگ بین امپریستا میبینم و طبق معمول در جنگ های امپریستی مردم هستن، مردم عادی هستن که قربانی اینن. نگاه بکنیم به جنگی که اشغالی که از عراق شد، بمبارانی که از عراق شد، تحت نامی که صدام احتمالاً انرژی هسته‌ای داره یا بمب‌های هسته‌ای داره یا غیره، ولی در کل معلوم شد که همه اینها اخباری بود که به هر حال خودشون هم اعتراف کردن نادرسته و قربانی اصلیش مردم بودن. جنگ 8 ساله که بین ایران و عراق را افتاد هم باز از همین دست باید بهش نگاه کرد. تقسیم مجدد جهان بین قدرت‌های بزرگ امپریستی. من فعلا اینجا نیستم تا دوستانم صحبتی بکنن، بعد لازم بود میام دوباره در بحث شکنم. متشکر از توجه عزیزم. خب خیلی ممنون نیاکان عزیز، زنده باشین. من میکروفون رو اجازه بدین در اختیار دوست بعدی میذارم. دوستان همگی خوش آمدید. امروز بحثی در رابطه با مسئله اوکراین داریم و حمله روسیه به اوکراین. دوستان از ما پویان و مهدی زدیار اینجا هستن، صحبت خواهند کرد. اگر دوست دیگه هم مایلن که در این زمینه صحبت کنن میتونن نوبت بگیرن و پویان یا رخ عزیز هر کدوم که مایل هستین میکروفون رو بگیرین و بحثتون رو و نظرتون رو درباره حمله روسیه به اوکراین میتونین بیان کنین. من میکروفون رو رها میکنم، میکروفون برای پویان یا رخ عزیز. با سلام مجدد به دوستان و رفقا عزیز و تشکر از رخ عزیز که اجازه داد من صحبت کنم. ببینید، قبل از هر چیزی مسئله جنگ رو، محکوم کردن جنگ رو به طور کلی باید مد نظر بگیریم و اصولا به نوعی وقتی که این جنگ رو بررسی میکنیم به نظر من طرفین این جریان دو جریان سرمایه‌داری هستن، نه دو جریان قطبندی امپریالیستی. و شرایط حاضر در واقع بحرانی که شکل گرفته بحران جهان سرمایه‌داری هست که با کاهش هژمونی امریکا همراه هست و اون عواملی که در گذشته در واقع اعمال هژمونی رو از طریق امریکا وادار میکرد که چنین جنگ هایی به این صورت صورت نگیره رو طبیعتاً، یعنی جنگ های کنترل شده رو عمدتاً مطرح میکرد از طرف خودش، رو یعنی این شرایط جدید شرایط نوینی هست که اون مضمون جنگ های گذشته رو نداره. یعنی جنگ هایی از قبیل جنگ ویتنام، جنگ کره و حتی جنگ جهانی دوم. شرایط امروز طرح این مسئله که گویا این یک جنگ امپریالیستی هست، خب طبیعتا باید اهداف این جنگ رو هم مشخص بکنیم. همینجوری گفتن این مسئله که این جنگ امپریالیستی هست چیزی رو ثابت نمی کنه. یعنی جنگ امپریالیستی اصولا بر تقسیم، یعنی بر تقسیم مجدد جهان بر اساس بازارها هست، بر اساس منابع هست. خب این رو مشخص بکنیم که خب این جنگ اگر جنگ امپریالیستی هست چه چیزی رو در بازار جهانی که الان این اشتراک به وجود اومده شکل میده و بررسی که از این دو جریان میکنیم، هم اوکراین و هم روسیه، طبیعتا باید به تاریخ گذشته اینا برخورد کنیم و تاریخ گذشته اینا فقط تاریخ 30-40 سال گذشته نیست، تاریخی است که در واقع بعد از جنگ، بعد از انقلاب روسیه شکل گرفت. بعد از انقلاب روسیه اصولا جمهوری هایی که به جمهوری به بخشی از انقلاب روسیه بودند و در واقع
جمهوری های روسیه رو شکل می دادن در دوره استالین عمدتاً به علت اینکه ملیت های مختلفی در این جوامع وجود داشتن، مهاجرت هایی از طریق دولت مرکزی دولت استالین شکل گرفت که این جابجایی ها رو به نوعی ختم بشه بر در واقع اینتگره شدن، ادغام شدن این ملت های مختلف در هم، یعنی از اوکراین به گرجستان، از گرجستان به آذربایجان، از آذربایجان به روسیه، و به همین ترتیب بخش عظیمی از جمعیت روسی رو به اوکراین منتقل کردن، همچنان که اصولا بخشی از اوکراین اصولا به فاصله جنگ حتی قرنها بعدش زبان روسی داشتن و این رو میخواستن تقویت بکنن. یعنی این شرایط در اون زمان شکل گرفت. وقتی از این استانهایی که مجاور روسیه هستن دنباس صحبت میکنیم، در واقع اینا جریاناتی هستن که به روسیه خیلی نزدیکی هم، بخشی از امپراتوری روسیه بودن، زبان مشترک داشتن، فرهنگ مشترک داشتن و روسی تبارهایی بودن که به نوعی از نقاط دیگه حتی یعنی بعد از جنگ به اینا اضافه شدن و اوکراینی هایی که به روسیه منتقل شدن، یعنی اوکراینی هایی که از مناطق مختلف اوکراین به روسیه منتقل شدن. یعنی این تصویر رو در نظر بگیریم که این ادغام ملت ها، که این ادغام ملت ها البته به طور واقعی انجام نشد، ولی اینا طبیعتا نزدیکی های به هم پیدا یعنی شکل دادن و خب امروزه این رو ما در دو جریان میبینیم، یعنی جریانی که در دونباس از به اصطلاح ریشه های فرهنگی و به نوعی تاریخی خودش از روسا دفاع میکنن یا تحت تاثیر روسا هستن، و جریاناتی که در روسیه عمدتا اوکراینی هستن و به نوعی از تمامیت، یعنی از اون چیزی که تحت عنوان تمامیت ارضی هست در اوکراین دفاع میکنن. به نظر من کمونیست ها هیچ زمانی از تمامیت ارضی دفاع نمی کنن، از منافع پرولتاریا در این جوامع دفاع میکنن و خب این شرایط به یک تحلیل احتیاج داره که این منافع رو های دولت روسیه یا دولت اوکراین برآورده میکنن، یعنی حتی پیروزی اینا نفعی در منافع طبقه کارگر زحمتکشان این جوامع داره که به نظر من اصلا نداره، یعنی اصلا ربطی به منافع اونا نداره. اینا در یک بحران سیاسی قرار دارن که این بحران سیاسی به نوعی ناشی از کاهش هژمونی امریکاست و به نوعی شکل بندی هاییست که دوران پسا هژمونی شکل داده و دورانیست که در واقع نه ناتو نقش گذشته خودشو میتونه بازی کنه و نه روسیه به صورت سوویت گذشته میتونه عمل بکنه. مسائل ناسیونالیسم ارتجاعی هم مزید بر این علت میشه. ناسیونالیسم که به طور خیلی زیربنایی در جامعه روسیه به نوعی در واقع به یک منبع ایدئولوژیک تبدیل شده که این مبدع ایدئولوژیک رو بورژوازی روسیه ازش دفاع میکنه. فراموش نکنید که جامعه روسیه الان در واقع اولا یه شکل دیکتاتوری داره و اصولا اون جریاناتی که اداره کننده این هستن بعد از فروپاشی در واقع سوفیت در واقع اولیگارشایی رو شکل دادن که اولیگارشا
در واقع به نوعی اقتصاد روسیه رو به پیش می‌برد. به همین علت یعنی وقتی که ما از منافع اقتصادی صحبت می‌کنیم، این منافع اقتصادی منافع این اولیگارشا هست که اینا به راحتی نفت و گازشون رو می‌فروختن. اگر یک جنگ امپریالیستی هست، اینا باید دیوانه باشن که به این جنگ دامن بزنن، که این مسئله رو به خطر بندازن. و در نتیجه عوامل دیگه‌ای باید دخیل در این جریان باشه. و عوامل دیگه خب در این رابطه است که با کاهش هژمونی امریکا، که وقتی از هژمونی صحبت می‌کنیم، در هژمونی قدرت رو عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، نقش پول و عوامل مختلف دیگه به عنوان یک مجموعه اداره میکنن. و وقتی که سیاست به یک جنگ ختم میشه، از هژمونی دیگه خبری نیست. یعنی هژمونی جایگاه خودش رو با جنگ عوض میکنه. یعنی جنگ ادامه سیاستیه که در واقع نتونسته اون اعمال هژمونی رو در جامعه، در این کلیت اعمال بکنه. و در اینجاست که یعنی مضمون و محتوای این جنگ از طرف امریکا به طور مشخص در واقع خودش شامل اون پدیده میشه که به نوعی امریکا یک پا در گذشته و یک پا در جهان کنونی داره. اون قدر قدرتی خودش رو از دست داده. رفیقمون نیاکان صحبت از این کرد که گویا مثلا مسئله افغانستان یک شکست برای اینا نبوده. من نمیدونم شکست باید چه ابعادی داشته باشه که ما به عنوان شکستون رو ببینیم. جریانی که 20 سال میره اونجا میلیاردها دلار خرج میکنه، نه منافع اقتصادی مشخصی داره و نه به نوعی ساختار سیاسی رو میتونه در اونجا شکل بده، رو به نوعی حاکمیتی رو اونجا روی کار میاره در تقابل با مجاهدین اخوان، در تقابل با طالبان، و بعد قدرت رو به طالبان تجویز میکنه. این اگه اسمش شکست نیست پس اسمش چیه؟ در واقع شما جنگ های مثل یوگسلاوی و جریانات دیگری که در نظر میگیرین، در واقع تمام اینا در زمانی شکل میگیره که اینا قادر نیستن که با اون چارچوب هژمونی که خودشون به این مسائل پاسخ بدن. و از اونجایی که به قول معروف اون جعبه کرم باز شده، طبیعتاً عوامل دیگه سر برمیارن و از جمله روسیه، و به نوعی قدر قدرتی خودشون رو در فقدان این هژمونی نشون میدن و به نوعی جهان نوینی رو در واقع پیامدهاشون رو نشون میدن که در این جهان نوین ساختارهای گذشته کارایی نداره، ناتو کارایی نداره، چندونم قراردادهای گذشتهی که وجود داشته اعتبار خودشون رو از دست میدن. اشکال نوینی از قراردادها و معاهدات جدید هم شکل نگرفته. خب در این زمان مسئله جنگ مسئله خیلی عادی هست که باید به این تخاصمات سیاسی جواب بده. یعنی از این زاویه است که دو جریان ارتجاعی سرمایه‌داری در دوران گلوبالیزیشن سرمایه به جان هم میفتند و هیچ ربطی به مسئله بازار نداره. ما امروز با یک بازار جهانی روبرو هستیم. و به نظر من این مسائل، بیان این مسائل که گویا
اینا به خاطر یک منافع، یعنی هر جنگی باید یک اهداف سیاسی داشته باشه، یک اهداف دراز مدت اقتصادی داشته باشه. اگه نتونیم این دوتا رو به طور مشخص نشون بدیم، خب یعنی نشون دادن اینا در چارچوب اون در واقع مختصات سرمایه‌دارانه نوع امپریالیستی خودش که به نوعی مضمون صدور سرمایه رو با خودش داشته باشه یا مضمون تقسیم بازار رو داشته باشه، به قول معروف یک لفاظی بی محتوانی بیش از اون نیست، یعنی بیش از اون که یک واقعیت رو بیان بکنه در واقع یک نوستالژی گذشته رو بیان میکنه. یعنی به نوعی وقتی که نمیتونیم شرایط حال رو توضیح بدیم، دست به گریبان تئوری های گذشته میشیم، دست به توجیه از شرایط کنونی میشیم و اینا رو وصل میکنیم به هم که بتونیم، یعنی از اینجایی که این قدرت تئوریک وجود نداره که شرایط حال رو توضیح بدیم، به تئوری های 100 سال پیش به اصطلاح امپریالیستی میرسیم. نه اینکه امپریالیست وجود نداشته، ولی این امپریالیست امروزه از درون خودش در واقع شرایطی رو به عنوان یک پدیده به وجود آورده که این پدیده به نوعی با امر گلوبالایز شدن در واقع اون ظرف گذشته خودش رو شکسته و امروز جهان سرمایه‌داری قوانین خودش رو مستقیماً از تضاد سرمایه و نیروی کار در واقع نشأت گرفتن از اون شکل میده، نه در قالب ملت‌ها در مقابل هم. و اینکه تقابل ملت‌ها در واقع خودشون ناشی از اون تضاد درونی سرمایه هستن که شکل میگیرن. و به همین علت که بررسی این جریان رو عمدتاً نفی کل جریان، نفی کل جنگ باید در نظر گرفت و به هر علتی غلطیدن به هر دو طرف، چه به طرف اوکراین یا به طرف روسیه، به نظر من نه تنها واقعیت رو بیان نمی کنه بلکه قلب واقعیت رو تبلیغ می کنه. هر دو جریان ارتجاعیان تاریخ نشون داده که این دو جریان چقدر حداقل در سرکوب زحمتکشان خودشون، در سرکوب طبقه کارگر خودشون ید درازی داشتن و نقش ناتو در مسئله اوکراین به خوبی روشنه. کودتا، یعنی توطئه‌های امریکا، توطئه‌هایی که اروپا در رابطه با اوکراین کردن به خوبی روشنه. نقش روسیه هم در این رابطه دقیقا روشنه. نقش روسیه به امروز متکی بر یک ناسیونالیسم شکست خورده است و این ناسیونالیسم ارتجاعی در واقع عمل کردش رو در این جنگ برای حیات خودش نشون میده که یک پدیده ارتجاعیه. یعنی ما با دو پدیده ارتجاعی رو به رو هستیم که به نوعی جان انسانها رو گرو گرفته و به همین علته که یعنی وقتی که یک نگاه کلی یعنی به مسئله جنگ نداشته باشیم، خب یعنی از یک نقطه‌ای که نقطه اتکای ماست، در بهترین حالتش به یک جریان اومانیستی تبدیل میشیم، جنگ رو نفی میکنیم، ولی از زاویه به هر حال مبانی سوسیالیسم یا مبانی که تئوری مارکسیستی رو مطرح میکنیم، اگر مطرح بکنیم، خب طبیعتاً به نقد
ایدئولوژی نقد جامعه سرمایه‌داری می‌پردازیم و از اونجاست که ریشه های این جنگ رو از نقد اقتصاد سیاسی و نقد ایدئولوژی که جامعه سرمایه‌داری ریشه های این جنگ رو بیرون میکشیم و اون رو محکوم میکنیم، نه زاویه اومانیستی، نه اون چیزی رو که به قول معروف روزانه به طور سیستماتیزه از طریق میدیای غرب تبلیغ میشه بر علیه روسیه، یا اون چیزایی که روسیه خودش ادعا میکنه، نه از زاویه به قول معروف نازلتر اون، این که چون روس مثلا جمهوری اسلامی از روسیه دفاع کرده پس ما بر ضد اون جریان هستیم. یعنی هیچ کدوم اینا معیاری آنچنانی برای مشخص کردن واقعیت نیست و اون چیزی که واقعیت رو به حقیقت نزدیک میکنه در واقع یک دیدگاه علمی متکی به ماتریالیسم تاریخی و شکل دهنده، یعنی درک دیالکتیک این در شرایط کنون. با تشکر. خیلی ممنون دوست عزیز پویان عزیز، متشکرم، زنده باشین. دوستای تازه وارد همه خیلی خوش آمدید، بحثی داشتیم در حدود 40 دقیقه هست با دوستان در رابطه با مسئله حمله روسیه به اوکراین. دوست عزیزمون نیاکان صحبت کردن، پویان، متشکرم، خسته نباشین هر دو. یه وقفه کوچیک میگیریم 2-3 دقیقه و بعد از اون دوست عزیز روح صحبت خواهند کرد. بعد از اون اگر دوستان مایل باشن دوستای دیگه میتونن نوبت بگیرن و در بحث شرکت کنن. پس با همین فایل کوتاه رو گوش میدیم و بعد روح عزیز. بس رو ادامه میدیم با دوستمون روح. روح عزیز بفرما، میکروفون برای شما. بس در رابطه با حمله روسیه به اوکراین هست. اگر دوستانی مایل هستن حتما میتونن نوبت بگیرن و در بس شرکت کنن. بفرما روح عزیز. سلام میکنم خدمت دوستان عزیز و خسته نباشید میگم. بسیار بسیار جمع جان مرسی. عرض کنم خدمت دوستان عزیز، از با تشکر از نیاکان عزیز و پویان عزیز که به طور نسبتاً بیشتر واضح‌تری توضیح دادن و من متوجه شدم. به هر صورت نفی
کل جنگ و مخالفت با جنگ من فکر میکنم اساس قضیه هست، اساس بحث و صحبت انسانهای امروز باید باشه و از نظر من این مسئله به اومانیست هم مش فکر میکنم دید من اینه که ارتباطی نداره البته، ولی این جمله بسیار بسیار خوبی بود که گفتید پویان عزیز، نفی کل جنگ اساس کار باید قرار بگیره و تحلیل اینی که تحلیل هایی که انجام میشه به طور کلی گمراه کننده میشه، باید انجام بشه ولی گمراه کننده میشه معمولا، چرا که اولین اساسا اولین قربانی جنگ واقعیت هستش و حتی حقیقت رو هم دستکاری میکنه خود جنگ، یعنی وارونه جلبه میده، شکلش رو عوض میکنه، اصلا مفهوم دیگری بهش میده. قربانیان جنگ سربازانی هستن که نادانسته 18 سال 20 سال سن دارن، واقعا جوان هستن و بدون تجربه زندگی کشته میشن، نظامی میشن و مردم عادی و غیر نظامی هم همینطور کشته میشن و زندگی هاشون، آرزوهاشون، خواستهاشون، امیدهاشون رو زیر بمب از بین برده میشه. به هر صورت در زمان جنگ خبرها هم همه چی وارونه میشه، همه جا دستکاری شده است، چه اون طرف جنگ چه این طرف جنگ، هر دو سعی میکنن که سانسور کنن و خبرهایی که مایل هستن بگن و تغییر بدن اون واقعیت ها رو نحوه دیگری بیان بکنن و نقش خبرنگارها در اینجا اهمیت زیادی داره. خبرنگارهایی که امروز هستن نقش زیادی دارن، بازی میتونن بکنن، ولی متاسفانه البته من در کشوری که زندگی میکنم اینطور، حالا اون جای دیگر نمیدونم، همه تحت تأثیر قرار گرفتن و در جبهه جنگ افروزی صحبت میکنن، نه در جبهه خبرنگاری از اخبار جنگ، بلکه حتی خبرهایی رو هم که ارائه میدن جنگ افروزی رو شعله ور میکنن، کینه و نفرت رو بین انسان ها شعله ور میکنند، رشد میدند و این جای تأسف داره، با برنامه ریزی کار میکنند، به هر صورت جای تأسف داره. حتی در جماعتی که در چند روز پیش اتحادیه اروپا داشت تصمیم گرفتن فیسبوک و اون یکی این سه چهار تا رو تحت کنترل در بیارن و میگن که میخواییم خبرهای ناجور درش نباشه، خبرهایی که دروغ هست از نظر اینها که دیگه توش پخش نشه و جلوگیری بشه، هر دو طرف اخبارشون سانسور شده هست، بر صورت این چیزای جنگ دیگه. آمریکا و روسیه در عصر جدید که ما شاهد این دو نیرو هستیم، اینها دو قدرت هستیم، در کجای قضیه تجاوز نکردن به کشورهای همسایه خودشون و اطراف خودشون، البته آمریکا همسایه که همسایه‌هاش شمال جنوبشن، اون هم جنگ کرد البته، ولی به کشورهای دیگه تجاوز نکردن، از ویتنام بگی تا حمله به افغانستان که شوروی شروع کرد حمله رو و طالبان رو به وجود آورد با کمک آمریکا، طالبان اونجا بودن به دلیل این جنگ و طالبان ها موندن و هنوز هم اونجا مسئله هست، آمریکایی ها اونجا رفتن و صورت جنگ طلبی و گسترش طلبی، گسترش نفوذ داشتن در مناطق دیگر جهان کاری این نه این هست نه اون هست، نه میتونی بگیم این نمی کنه اون یکی کمتر، اون یکی داره دفاع میکنه، اون یکی حق داره، اون یکی حق، نه هر دو مقصر، هر دو اشتباهی، اساسا مخالفت با جنگ همینه. آمریکا همینطوری که گفتن دوستان، آمریکا نیاکان عزیزم اشاره کردن، آمریکا وابستگی اروپا رو به خودش میخواد و میخواد اروپا وابسته نباشه به روسیه و همینطور میخواد که کشورهای اروپایی هم حتی با هم متحد نباشن، آمریکا این به نفع خود آمریکا هستش، این رو میخواد و اعمالی که داره انجام میده. حالا من در یک جای قضیه میگم در مورد صحرا، در این روزا چه اتفاقی داره میفته و
خود پوتین اینا مثل حکومت چی میگن ونزوئلا، پوتین هم تا سال 2036 رئیس جمهوره، یعنی ریاست دولت رو داره، حکومت رو داره، قانون رو عوض کرده، همینطور تکرار مکررن رئیس جمهور میشه میمونه، تایید تکرار میشه قدرتشون. یعنی این رسم نیست که در کشورهای قبلا سوسیالیستی مدعی سوسیالیستی هستن، این رسم نیست که رواج پیدا کرده، چه در کره شمالی همینطور میبینیم موروثی شده و حتی ادامه داره، و در کوبا هم موروثی شد تقریبا، در ونزوئلا هم همینطور، اون یکی میره رفیق خودش رو میذاره جای خودش، همینطور اینطوری وجود داره، در روسیه هم همینطوری داره اتفاق میفته، جای تأسف داره و تعجب داره. خود پوتین میگه که ما برای ما داریم خراب میکنیم که بسازیم، جنگ ما اگر چیزی رو خراب میکنیم برای ساختنشه. واقعا دلیلش رو شما باور میکنید؟ این دلیلی که برای مردم خودش میگه و برای مردم عادی عامی که مثل من هستن، برای من میگه ما میسازیم از بین میبریم که بسازیم. دستروکسیون پارا کنستروکسیون پارا اس کنستروکتیو، میگه سازنده است. هر دوشون هم میگن، اروپا میگه که کمیتاد اروپا یا دولت‌هاشون میگن که ما باید در این جنگ شرکت کنیم، برای دموکراسی می جنگیم، برای آزادی می جنگیم. ما یکیشون می گفت اینجا چون خیلی وابسته هستم به گاز، میگه ما گاز رو عوض نمی کنیم با دموکراسی، یعنی گاز روسیه رو حاضریم ازش بگذاریم ولی دموکراسی رو میخوایم دفاع کنیم ازش. عجب، واقعا حیرت داره. من نمیدونم این جوانهای آینده این کشورها چه فکری در ذهنشون ایجاد خواهد شد، با این که مثلا میبینن همه چی دوگانه هستش، دروغ هست. مثلا در سوریه دموکراسی مهم نبود، انسانها مهم نبودن که کشته میشدن، قتل عامی که شد مهم نبود، چچنی ها رفته بودن اونجا جنگیدن مهم نبود، ولی این بار این طرف اومدن مهم هست. این جوانانی که در اروپا زندگی میکنن این سوال ها در ذهنشون ایجاد میشه، حتما مشخصی چه، من نمیدونم واقعا در روانی چه برخوردی خواهند داشت وقتی میبینن که با پناهنده های فرض کن اوکراین طور دیگری رفتار میشه، یک روزه همه چی در اختیارشون قرار میگیره، از بیمه و بهداشت و خونه و پول تو جیبی، ولی با پناهنده دیگه همین اخیراً متوجه شدید که انگلیس مردم پناهنده ها رو که با کشتی میخوان رچن از کانال میفرسته به یه کشور 5000 کیلومتر فاصله، 5 سال تو نوبت باشن و تقاضای پناهندگیشون رو اونجا بدن. هر صورت دولت اینجا میگه که سرمایه گذاری برای اسلحه، در واقع سرمایه گذاری برای آزادیه، برای صلحه، کلمه صلح هم به کار میبرن براش، از صلح صحبت میکنن، از آزادی صحبت میکنن. پوتین همین چند روز پیش افتخار میکرد، من افتخار میکنم، خوشحالم که موشکی ساخته که 6000 کیلومتر راه میره، میتونه اون طرف دنیا رو نابود کنه، بیشتر آدم بکشه. یعنی بشر ببینید چطور ما افتخاراتمون چی هست، افتخار میکنیم که کشورمون 500 تا هواپیما داره، نمیدونم 200 تا کشتی داره، 100 تا زیردریایی داره، بیشتر میتونیم مثلا بجنگیم، بکشیم، داغون کنیم. افتخار بشر، یعنی عادیه، این یه چیزی شده که مثل که اصلا وا نمیستیم فکر کنیم یه ذره که ای بابا چرا اصلا ما بگیم با هم واسه چی بشر با هم داریم میجنگن، هم بیارم میکشن، کشتن هم دیگه اینقدر عادی هست که هیچ اعتراضی نکنیم آقا چرا این چه وضعشه، و قبول کنیم و بشینیم تحلیل کنیم دلیل جنگ رو، بگیم کی قوی تره، کی ضعیف تره، چه کسی چه منظوری داشته. به هر صورت آخر جنگ رو، پایان جنگ رو باید خواست و فرصتی برای صلح و آزادی باید باشه، در صلح هست که آزادی به دست میاد، برای جنگیدن برای آزادی این، برای پث، برای صلح جنگیدن این دروغی بیش نیستش، جنگیدن بر علیه فاشیسم و متجاوز هست
که انسان رو بلند میکنه و مجبور میشه اسلحه به دست بگیره و مقاومت بکنه، ولی تجاوز به جای دیگه نمیتونه قانع کننده باشه. اصلا به نام صلح جنگیدن و کلمه صلح رو خراب کردن، مقاله خود پوتین میگه اپراسیون میلیتار اسپسیال، عملیات نظامی ویژه، نمیگه جنگ داریم میکنیم. به مردم تو اخبار روسیه میگن عملیات نظامی ویژه. در عملیات نظامی ویژه نیروهای ما مثلا 4 منطقه رو زدیم، میگن در جنگ. و هر صورت نه به نظامیگری و ساخت اسلحه که رواج شدیدی پیدا کرده در اروپا، دو برابر و سه برابر کردن اسلحه. میدونید همتون آلمان بودجهشو برد بالا، اسپانیا برد بالا، کشورهای دیگه هم حتما همین کارو کردن. من نمیدونم، و هر تجاوزی رو وقتی شما دلیل براش میاری، میگی من این تجاوز رو شوروی روسیه اگر انجام میده نسبت به اوکراین، دلیلش این است و آن است و بیساله است، خود مسئله تجاوز رو نمیتونه پاک بکنه، از بین ببره. هر دلیلی که داشته باشه، اون تجاوز، کلمه تجاوز، حمله کردن، جنگ رو شروع کردن رو عوض نمیکنه. نمیشه شما دلیل بیاری بگی اگر من نمیزدم اون منو میزد. همیشه جنگ دلیل داره دیگه، و هر کسی اینم یه دلیله دیگه، یه دلیل باطلی است. از خود تجاوز و حمله رو از بین نمیبره. تجاوز شده، حمله داره میکنه به اوکراین. اوکراین کشوری که حکومتش حکومت فاشیستی طرفدار نازی ها هست، درسته. خود پوتین هم همینطور، خود پوتین همین تو برای که چی میگن باوتیسم بکنه خودش رو، مسیحیت خودش رو نشون بده، تو یه حوضی ساخته برای خودش شکل صلیبه یخ زده، میره تو اون حوض آب خودش رو مثلا مسیحیتش رو 2 تکرار میکنه، قول قرار خودش رو با مذهب خودش. رئیس مذهبشون میگه که پوتین چیزیه که از طرف خدا برای نجات مردم روسیه آمده، نعمت الهیه برای مردم. ببین خب معلومه بی خود نیست که پوتین هم شاید خصوصیت مذهبیش هستش که شاید دفاع از جمهوری اسلامی میکنه، یکی از دلایلش این هستش. و هر صورت کسی که الان در حال حاضر، کسانی هستن، روشنفکرهایی هستن که در ایران در زمانی 40 پیش این جملات رو شنیدن، میگفت طرف میگه هر متخصصی بدتر از دانشگاه، هر چه متخصص تر بدتر، دانشگاه از بمب خوشه‌ای هم بدتر است. میگه دانشگاه بدترین مرکزی است که ما را به تباهی میکشاند. بودن روشنفکرهای ما که اینها رو شنیدند و گفتن این سیستم خوبه و حاکم شد بر ایران، حمایت کردند. حالا هم از حمله پوتین حمایت میکنن. دوستان عزیز، بی دلیل نیست که حمایت میکنن، لابد من نمیدونم، چیزی میدونن و داستان و بحث دیگری خواهد بود. مسئله دیگری که پیش هست برای آینده اوکراین، در آینده اروپا، تقسیم اسلحه‌ای که در اوکراین در اتفاق میفته، اسلحه‌ای که داره اونجا میده، معلوم نیست به دست چه کسانی میفته. واقعا درصد بسیاریش به دست گروه ها و دسته های داره میفته که نامشخص هستن در این جنگ، و این خطر بیزیادی رو در منطقه حتی بعد از جنگ میتونه به وجود بیاره در اوکراین و برای کشورهای اروپایی. و یکی دیگه از مسائلی که من یادم نره تکرار بگم، این مسئله صحرا هست در آفریقا. در شمال آفریقا این صحرا رو در حدود 145 1883 اسپانیا اشغال میکنه صحرا رو، و بعد رهاش میکنه، ولی توتور میمونه، تو قیومیتش رو حفظ میکنه. قیومیت صحرا هنوز با اسپانیاست. یه قسمتش رو میده به کشور اون یکی کشور، یه قسمتش رو که مراکش میگه که مال منه،
صحرا کشور یکی که استانهای کشور منه رو میگذاره که بگی که نه سازمان ملل 1991 رأی میده که اینجا باید رأی گیری بشه و انتخابات بشه که اینا اگر میخوان استقلال پیدا کنن استقلال پیدا کنن. همین جنگ اوکراین باعث شده که به وسیله فرمانی که آمریکا میده به رئیس جمهوری اینجا که اختلافات بسیار داشتن با مسئله مراکش، مسئله بسیار پیچیده پیش اومد، مسئله گاز پیش اومد، یک مرتبه رئیس جمهور اینجا بدون مشورت با همه کس، با مجلس و به هیچ کس نمیگه و میگه اطلاعی میده که صحرا یکی از استانهای مراکشه. 50 سال جنگ و کشتار مردم صحرا به وسیله مراکش از نادیده گرفته میشه، حقوق مردم رو نادیده میگیرن و میگن صحرا متعلق به مراکش، یعنی تقسیم جهان. ببینید چطوری از چه گوشه ای، از چه جنگی، چه نقطه دیگری از جهان هم چطور تأثیر میگذاره و تغییر میکنه. ونزوئلا تغییر نظر میده، مادورو میگه که چقدر پرچم آمریکا در کنار پرچم ونزوئلا قشنگ بود، مذاکرات ما خیلی خوب بود، اصلا 180 درجه تغییر جهت میده و سمت آمریکا رو میگیره به خاطر فروش نفت به قیمت روز. و از صورت اینها مسائلی هستش که در جنگ پیش میاد و در جنگ وجود داره. کودکان هستن الان، دزدی کودکان در مرزهای اوکراین پیش داره میاد، هست، وجود داره، اعلام شده از طرف سازمانهای بین‌المللی برای کودکان، برای فروش اعضایشون دارن بچه‌ها رو میدوزن، دوجیدن، نمونه‌های هستش. کودکان چرنوبیل هستن که آواره شدن، اونها کسانی رو داشتن در جاهای دیگر جهان میرفتن میامدن برای نگهداریشون، اونها که مال چیز اتمی بودن. مثلا این مسائل، خیلی مسائل انسانی اونجا وجود داره که همه چیش زیر پا گذاشته شده و جهان هم به سمتی میره که همینطوری که میدونید دیگه اولترادریت یا فاشیسم دست راست لپن میشینه به عنوان سخنور سخنگوی نصف جمعیت یک کشوری برای ریاست جمهوری هست، یعنی با راست دیگه، البته اون یکی هم چپ نیست، میشینن صحبت میکنن، یعنی این هم عادی شد، عادی شدن حضور فاشیسم، حزب احزاب نازی در اروپا دیگه عادی شده برای مردم. کم کم تا 7-8-10 سال پیش تعجب میکردیم، تو پارتاک صحبت میکردیم، آره اروپا داره اینطوری میشه، سمت راست میره، سمت راست میره، احزاب هم دارن متمایل به راست میشن، احزاب چپ هم کم کم جاشون عوض میکنن، جا با جای احزاب سمت راست رو خودشون میگیرن، اینطور این داره اتفاق میفته دیگه، عادی داره برامون میشه واقعا. بر صورت من صحبتم تموم میکنم و یک شعر کوتاهی رو، خیلی کوتاه هست، از یکی از شاعران اسپانیایی مراتون میخونم به نام میگل ارناندز. این دوست عزیزم میگل ارناندز حدود 31 سال بیشتر عمر نکرد، در ایشون عاشق آزادی بود و روش نوینی از شعر نوشتن روش شعر رو تدوین کرد، درست کرد برای زبان اسپانیایی، آزادتر کرد سخن گفتن رو، زبان رو، و شعرهایش میگه برخلاف علیه جنگ هست و خودش هم با برای مقابله با سربازان جنگ داخلی اسپانیا، برای مقابله با فرانکو فاشیسم آلمان که در فرانکو در اسپانیا نفوذ داشتن، اونها هم بمباران هواپیماشون تا اینجا هم اومدن و چند تا شهر اینجا هم بمباران کردن برای کمک به فرانکو، در صورت در این جنگ هم شرکت کرد بر علیه فرانکو و دستگیر شد، محکوم به اعدام شد و بعد اعدامش تبدیل شد به 30 سال زندان و در زندان به دلیل سل و رطوبتی که داشت دچار سل شد و در بهداری بیمارستان داد. هستند کسانی که مبارزه کردند و شعار اونها هم صلح بوده و آزادی بوده و
در این راه جان خودشون رو واقعا دادن، جوانی خودشون رو گذاشتن. من این شعر رو میخونم، فقط قسمت آخرش رو، حتی آخرش رو ترجمه میکنم، بقیه اش رو کوتاه میام، ولی خود شعر رو میخونم. بسیار زیباست، بسیار گویاست و بسیار اعتراض هست، اعتراض بزرگیه که داره میگه تریستس غررس سینو اس امور لا امپرسا، تریستس آرماس سینو سون لاس پالابراس، سینو سون لاس پالابراس تریستس، tristes hombres si no mueren de amores tristes. میگه واقعا این، من خود به خود به طور باستری این آخرین جملهش رو میگم که اهمیت زیادی داره. میگه واقعا غم انگیز انسان هایی که با عشق در وجودشون نمیرند وقتی میخوان بمیرند، وقتی مردنش عشق در وجودشون نباشه و دوست داشتن نباشه، واقعا غم انگیزه، واقعا غم انگیزه. این آخرین جمله است که میگه و بسیار بسیار حرف زیبایی است که در این زمانی که زندگی میکنیم، اطراف هر جایی که میریم، هر جا صحبتی میشنویم، کینه هست. با خیلی ها در شهری که زندگی میکنیم، من در شهری که زندگی میکنم حتی میبینم جرأت ندارم که بگم مثلا جنگ چیز خوبی نیست و حتما باید سمت داشته باشم، و بعد نظر بقیه بسیاری از مردمی که من در اطراف من هستن اینطور که تبلیغ درشون نفوذ کرده و شرایط جامعه و شرایط زندگی خودشون درشون تأثیر گذاشته، باید در جنگ شرکت کرد و حمایت کرد از جنگ، جای تأسف داره. من تشکر میکنم از وقتی که به من دادید و همینطور تشکر میکنم از دوستانی که صحبت کردن و همینطور از میگل هرناندز که جان خودش رو داد به خاطری که فقط چند کلمه بنویسه و به خاطر اینی که فاشیسم در منطقه‌ای که زندگی میکنه مردم رو دچار بدبختی و فلاکت نکنه و عرب ماندگی. به هر صورت مرسی و خسته نباشید دوستان عزیز، من میکروفون رو رها میکنم و تشکر میکنم. خیلی ممنون روح عزیز، خسته نباشین. دوستان یه موسیقی کوتاه گوش میدیم و بعد از اون نوبت ها رو ادامه میدیم. متشکرم دوستان، همه خسته نباشید.